بسم الله الرحمن الرحیم زندگی نامه ما برای طبیعی من نظری بر اسفار سبعی زندگانیم معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه پنج مقدمه این کتاب پردقدقه ترین اثری است که نگاشتم دقدقه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستایی باشد ولی به هر حال با هزار ترس و لرز ارفانی به نگارش آمده است تا در اصل الهاد و انکار حقایق ما برای طبیعی بیانگر و سند مبسقی باشد بر این حقیقت که در هزاره سوم و در عصر قوقای کفر و انکار نیز میتوان دستی در عالم غیب داشت و حکمت ازلی را دریافت و هنوز هم مدرن بود و اهل علم و اینکه سندی بر حقانیت مکاشفات عرفانی قدما و معجزات و کرامات انبیا و اولیای خدا در قرون و اعصار پیشین باشد و اینکه در آخر الزمانیز میتوان اهل علوم لدنی و اسرار غیبی بود و این که ارفان اسلامی یک خرافه ادبی و یا شاهکار هنری نیست بلکه یک واقعیت همه جایی است و اینکه در عصر ختم نبوت و غیبت امام اتفاقا رحمت و کرامت خداوند بر بندگانش به مراتب بیشتر است و انسان مدرن به خود وانهاده و مطرود حق نیست گوشه ای از تجربیات ما برای طبیعی زندگی خود را عرضه نمودم تا نور امیدی باشد برای انسان مدفون شده در مادیت تن و اندیشه های الهادی که لباس علم و مدرنیزم نیز بر تن نموده است و نیز حجتی باشد برای درک جدیتر سایر آثارم که کل عمرم را بر آن نهادم و سی سال تمام شبان روز در آن غرق گشته و استخوان ذوب نمودم و نیز نشانه باشد بر این ادعا که جوینده یابنده است و هر که نیافت به راستی و جدا جستجو نکرده است هرچند که انتشار عمومی این اثر بیشک در یایی اتهام ناحق را برایم به ارمغان می آورد ولی ارزش این خطر را دارد چرا که من لحظه ای از عمرم را بدون خطر و قمار عشق نبودم اگر این اثر ذره ای بر ایمان، حتی یک نفر به خدا و انبیا و اولیا و عرفا بیفزاید، ارزش تهمت ها را دارد و نیز ادابت ها را و حسادت ها را و ترد و لعن و ارتداد ها را. باز هم میگویم که نه ادعای پیامبری دارم و نه ناجیگری و قطبگری و امامت و حتی نایب امامت و نایب نایب نایب, نایب امامت. بنده ای بودم کافر و سرگردان و بیکس و حقیر و فقیر که پروردگارم از سر لطف و کرمش بر من نظری فرمود و مرا از زلالت به سوی روشنایی کشانید و با این حال هنوز هم که بسیار کفرانها و جهالتها و حیرتها و زلالتها در جان دارم و به امید رحمت و لطف برترش به سر میبرم و نیز پیدایش دریایی از ابهامات و اتهامات در رابطه با بنده علت دیگر نگارش این زندگی نامه است. احساس کردم اگر این کتاب را ننویسم کل زندگی و مجموعه آثارم در حاله از ابهام و تحریف دوست و دشمن مطفون می شود و چه بسا تلاش تمام عمرم در جهت احیای دین و معنویت و اقلانیت به نتیجه ای معکوس منتهی می شود. و نهایتا در حضور خدا و خلق او شهادت میدهم به وحدانیت خالق بی همتا و رسالت همه انبیا و اولیای حقه و کمال نبوت محمدی و امامت علوی که امروزه در نبوت عیسی مسیح علیه السلام به عنوان پیامبر زنده و امامت محمد ابن حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام زنده متولبر است و نیز اینکه همه آثارم در همه سطور و صفحات جز در خدمت معرفی مؤمن زنده و پیامبر و امام زنده نبوده است و مجموعه آثارم در یک کلام اگر یک دستگاه فلسفی محسوب شود چیزی جز فلسفی امامت نیست بنابراین اگر هر مسلک و ایده دیگری از آثارم استنباط شود باطل است و سلام علی اکبر خانجانی یک دوره قبل از تولد من اجداد من خداوند مرا از شجری که اشاق علی علیه السلام بودند به دنیا آورد نام من علی اکبر است و پدرم حسین فرزند حسین است چرا که در شکم مادرش پدر را از دست داد همانطور که من در گهواره پدرم را از دست دادم هر آنان جوان مردانی ایار و حامی حقوق خلایق بودند و چریک های مسلح که برای احقاق حق مظلومان سر به کوه نهادند. پدر بزرگم جانش را در این راه از دست داد و پدرم زندانی کشید و پس از آزادی از زندان عاشق مادرم شد و بعد از حدود سه سال زندگی زناشویی در سن 26 سالگی در قربت و تنهایی کامل به واسطه فشارهای عصبی و قلبی از دنیا رفت که البته این عاقبت اکثر اشاق در حیات دنیا می باشد. پدر او نیز در همین سن مسموم شد و از دنیا رفت. از غربت و بیکسی پدرم همین بس که با این که او یک شیعه عاشق علی بود ولی به امر ناپدریش در قبرستان بخایی دفن شد و زنش با این که مسلمان بود از این امر ممانعت نکرد. همچون مادرش که مسلمان بود و زن مردی بهایی شده بود و شهامت نداشت که جسد پسرش را در قبرستان مسلمانان به خاک سپارد که در پدر بزرگم علی اکبر نام داشت او پسر خانجان بود و به گونه فامیل ما خانجانی شد خانجان یک درویش آواره و مقیم کوها و بیقوره ها بود که از کلیه املاک پدریش در شهر سمنان دست کشید و از شهر سمنان هجرت کرده و با همسر و فرزندانش به ارتفاعات خالی از سکنه ای به نام دازگاره پناه برده بود. نام پسرانش عبارت بود از علی اکبر، علی، عبز علی، حسین، محمد ولی و میرزا. از نام فرزندانش میتوان عشق او را به علی دریافت و سه تا دختر به نامهای های فاطمی زهرا، گلبهار و لیلی داشت. عشق خانجان به ظهور امام زمان موجب شد که برخی از فرزندانش به نهزت باب ملحق شده و بابی شوند و ما بقی به این نهزت ملحق نشدند و همچنان در بیش باقی ماندند و من از نسل فرزندش علی اکبر هستم. اموی من هم علی اکبر نام داشت که به ادامه نهزت میرزا کوچک خان جنگلی پیوست و از بیست سالگی به عنوان چریکی مسلح در کوه ها میزیست و با ارتش رضاشاه در جنگ بود تا اینکه به همراه گروهش محاصره شده و کشته شد و نام او را بر من نهادند. علی اکبر جوانی پاک و ایار و عاشق و مؤمن بود و در ادامه نهزت متلاشی شده جنگل مقاومت نمود و جانش را از دست داد. بدین ترتیب من از شجره ای در بیش و چریک و شهید و جوان مرگ و ناکام هستم و به لحاظ تاریخی از قلب قلاع حسن سباه آمدم. دازگاره که محل اقامت پنهان اجداد من و زادگاه من نیز می باشد یکی از قلعه های حسن سباه محسوب می شود که هنوز هم خرابه ها و قارهایش دیده می شود بنابراین من از تخ مزات نهست امامیه هستم و در اتش ظهور ناجی معود به دنیا آمدم من از شجری قریبان و از اعماق شام قریبان ها به عالم وجود نهادم کان زمانی که پدر از بی کسی در کشید آغوش مادر با فریب ظالم نیستی که بودم خیشتن سرنگون گشتم به وادی قریب این نخستین شعری بود که در نوجوانی سروده بودم دو به دنیا آمدنم کودکی من آغاز سیر خود در خود چون به دنیا آمدم خانواده ما ازادار امویم علی اکبر بود که شهیدی بیگور و کفن بود پدرم نیز چند ماه بعد از بیوفایی عزیزانش و زمان دق کرد و مرد پس من در چنین شرایطی به دنیا آمدم و کودکیم را گذرانیدم از بد به تولد دل درد شدیدی داشتم و بلا میگریستم و پستان مادرم را به دهان نمی گرفتم و هیچ کس از زجه من آرامش نداشت تا اینکه در دو سالگی مردم جسدم را به سمنان به نزد پزشکی قانونی بردند و مرا جواب کرده برگردانیدند به سنگسر تا دفن کنند ولی مادر بزرگ مادریم که زن حکیمه و درویشی بود مرا لخت کرد و در آب کاسنی چند روز خوابانید. دو روز بعد از حالت اقما بیرون آمدم و زندگی از سر گرفتم. ولی تا حدود بیست سالگی بلا وقف دلدرد داشتم و درد بخشی لاینفک از روزمره من بود. بدین گونه من با درد به دنیا آمدم و تمام کودکی و نوجوانیم را با درد زیستم اموال میراسی ما را اطرافیان به کمک یکدیگر بالا کشیدند و لذا ما در فقر مطلق به همراه یک خواهر و مادرم زندگی کردیم مادرم شبان روز کار کرد و ما را بزرگ نمود ما همواره در آرزوی یک شکم نان سیر بودیم با این حال مادرم نیمی از درآمد و آزوغه ما را به فقرا و یتیمان دیگر میداد که همسایه ما بودند در منزل ما هرگز سفره ای په نمیشد الا این که نیمی از آن به فقرا داده میشد مادرم پس از مرگ پدرم تا آخر عمر تنها زیست و برای ما پدری کرد و خوب ما را تربیت نمود یک بار که قطعه نانی بدون اجازه خورده بودم موجب شد که از دست مادرم آنقدر کتک بخورم که از باسن من خون به راه افتاد مادر ما فقط چند روزی به مکتب رفته و الفبا را می‌دانست و همان را در چند سالگی به من آموخت او شبان روز در حال گلیم بافی مناجات می‌کرد و با صدای بلند اشعار بابا تاهر می خاند. لذا ذکر الهی از کودکی به مسابه لالایی ما بود مادر بزرگ حکیمه من نیز عمری زخم معده داشت و هر روز خون استفراغ می کرد شیر تنها درمان معدهش بود ولی هزینه تهیه آن ممکن نبود همه ما گرسنه بودیم و بنابراین ماه رمضان بهترین ماه سال محسوب میشد زیرا گرسنگی ما به حساب رضای خدا بود و معنا و حقی می آف. پنج سالم بود و ماه رمضان و شبهای قدر بود و من در انتظار سحری بودم و زیر کرسی قلط می زدم که خوابی دیدم دیدم که به همراه همه اعضای خانمان برای افتاری به خانه خدا دعوت شده بودیم و به خانه اش رفتیم خدا که مردی کامل و قد بلند با سری تاس بود و پیرهن سفید آستین کوتاهی بر تن داشت با یک سینی چای به پذیرایی ما آمد مادر بزرگم به بهانه زخم معده چای را بر نداشت. مادر و خواهرم که آدمهای بسیار خجالتی و تعارفی بودند نیز از برداشتن چای ابا کردند ولی من چای را برداشتم و نوشیدم. هیچ قندی به همراه آن نبود و در واقع مثل شراب یا شربتی بود. این چای از تریاک هم تلختر بود و از فرط تلخی از خواب پریدم. این تلخی را در تمام عمرم در زیر زبانم احساس می کنم. با حالتی پریشان از خواب پریدم و دیدم که مادر و مادر بزرگم برای سحری بیدار شدند. بوی کوکوی سبزی تمام خانه را برداشته بود. مادر بزرگم فهمید که خوابی دیدم. ماجرای خواب را تعریف کردم و مادر بزرگم تا ساعتها گریه کرد و من علت گریهش را پرسیدم به من نمی گفت. تا اینکه روزی به من گفت که آنچه که خدا به تو داده و نوشیده ای جام بلا بوده است من همان موقع هم معنای جام بلا را می زیرا شنیده بودم که خداوند به همه امامان و اولیای خود جام بلا می نوشاند ولی من نفهمیدم که چرا به من این جام را نوشانیده است فهم این واقعه برای من سالها به طول انجامید با نوشیدن این جام برای تمام عمر خواب از سرم پرید و من هرگز شبها خوابم نمیبرد تا به امروز و امشب با نوشیدن این جام ذات من دگرگون شده بود به عنوان یک بچه مطلقا میل به بازی کردن در من نابود شده بود از همان کودکی چشم دل من به حقیقت باز شد و حب دنیا در دلم مرد و آرزوهای دنیوی در من پوچ شدند من در تمام دوران کودکی هرگز با کسی بازی نکردم ولی گهگاهی با خودم ساعتها مشغول می شدم و احساس می کردم که کسی با من بازی می کند و من هم با او حرف می زدم و گهگاه مادرم فکر می کرد هزیان می گویم. مادرم مرا از خانه بیرون می کرد تا در کوچه با بچه ها بازی کنم ولی من از دیوار خانه وارد خانه می شدم و باز مادرم مرا تنبیه می کرد تا به بیرون بروم و بازی کنم تا او هم با خیال راحت به کارش برسد من در خانه هیچ مزاحمتی برای او نداشتم و در کارهای خانه کمکش می کردم بعد از نوشیدن آن جام بلا هر شب که هنگام خواب فرا می رسید و مادرم چراغ را خاموش می کرد عذاب من شروع می شد زیرا تا چشم بر هم می نهادم در قلب تاریکی شمعی را از راه دور می دیدم که می سوخت و به تدریج به من نزدیک می شد من از تماشای سوختن این شم احساس زوب شدن در درونم می کردم این شم به من نزدیکتر می شد و بر سینه ام وارد می شد و در دلم قرار می گرفت و من از خواب می پریدم و پس از ساعتی قلط زدن باز به محض به خواب رفتن همین صحنه تکرار می شد تا اینکه بالاخره آموختم که از به خواب رفتن بگذرم و تا صبح در زیر لحاف بیدار بمانم و ذکر بگویم به هر حال این شم آنقدر بر سینه ام وارد شد در آنجا قرار گرفت و من به آن اونس گرفتم همانطور که با بیخوابی اونس کردم سالها بعد در بزرگ سالی روزی قرآن را میخواندم تا به این آیه رسیدم و تعبیر خواب دوران کودکیم را دانستم خداوند هر را که بخواهد از نزد خودش هدایت کند در دلش نوری قرار میدهد تا به واسطه آن نور بتواند راه او را بیابد با این خوابی که دیدم گویی هزار سال رشد کرده بودم از جمله اینکه در همان پنج سالگی به بلوغ جنسی رسیدم و عاشق شدم عاشق یک دختر حدود بیست ساله به نام جوهر که در همسایگی ما میزیست همواره در انتظار بودم که او را ببینم یا به خانه ما بیاید او یه گاهی به خانه ما می آمد و مرا در آغوش می گرفت و نوازش می کرد. این دختر که یک زیبایی افسانهای و سیمایی مینیاتوری داشت به ناگاه خناق گرفت و در یک زمستان برفی از دنیا رفت و جوان مرگ شد و داغش در تمام عمر در دلم باقی ماند. از همان کودکی مردمان را بدبخت و جاهل و بی ایمان و درمانده می دیدم و میل به خدمت و بیداری و نجات مردم در من قوغا می کرد و همواره در فکر بودم که برای مردم چه می توان کرد که از این وضع نجات یابند. به یقین درک می کردم که علت بدبختی مردم چیزی جز جهل و کفر آنان نیست. همواره احساس می کردم که مردم در خواب هستند و باید بیدارشان کرد. تا یادم نرفته بگویم که آن خدایی که در پنج سالگی در خواب دیده بودم در سن چهل سالگی به یادش آوردم و در بیداری دیدم و آن کسی جز خودم نبود که به ناگاه در مقابل آینه به یادش آوردم. در چهل سالگی بودم که در پنج سالگی به خواب خودم آمده بودم و خود را جام بلا نوشانیده بودم ولی من در خوابم میدانستم که او خود خداست که ما را دعوت کرده است به هر حال این خواب کل سرنوشت مرا رقم زد و مسیر زندگی مرا تعیین کرد و هویت و روحیات مرا پدید آورد و آن شراب جوهره و بستر و موتور حرکت معنوی من گردید من از کودکی حقیقت را در هر شرایط و انسانی درک می کردم و راست را از دروغ می شناختم. عشق و عبودیت و اسمت و حق پرستی و خدمت به مردم وراست خانوادگی ما بود و من از سمت پدر و مادرم از این ارزش ها برخوردار بودم و با نوشیدن آن شراب قدسی در عالم خواب این ارزش ها در خونم جاری گردید و هویت ذاتی من شد. از همان کودکی تنهایی و انزوا بهترین لحظات من بود و در آن از فرط لذت غرق بودم و شاهد جهانی برتر بودم و در آن جهان به هر شکل می می که میخواستم دست یافتم با اینکه زادگاه واقعی من سنگ سر بود ولی من زادگاه روحانی خودم را دازگاره می دانستم که یه لاقی بیغوله و تابستانی بود و می توانستم تابستانها به آنجا بروم و در نزد فامیل مشغول چوپانی شوم. در چوپانی احساس رهایی می کردم و لذا علا میل مادرم هر تابستان به دازگاره می رفتم. با اینکه در آنجا جز بیمهری و استثمار و گرسنگی مضاعف و خشونت در انتظارم نبود و میبایستی در آن سن کم از صبح سحر تا شام تک و تنها در کوهها چوپانی میکردم ولی به این کار عشقی عجیب داشتم با اینکه کودکی بیش نبودم در چوپانی مهارت مخصوصی داشتم که همه چوپانهای پیر را به حیرت میانداخت من در آن سن می توانستم یک گله ستایی از گوسفند را چوپانی کنم من چوپان مفت و مجانی و افتخاری فامیل بودم و چه با کفشی پاره که کف نداشت در کوهها و ارتفاعات میدویدم و آنها حتی هزینه کفش مرا هم نمیدادند. من که روزی لااقل پانزده ساعت چوپانی می کردم در ارتفاعات از تشنگی و گرسنگی ضعف داشتم و ساقه کنگر می جویدم که گیاهی روغنی بود روزی ناخواسته از آنها خواستم که مقداری نان در کوله پشتیم بگذارند تا گرسنه نباشم و آنها مقدار نان سوخته ای را که معمولا جلوی سگ می انداختند به من دادند و من آن قرص نان سوخته را جلوی خودشان مثل قطع سنگی در آسمان به پرواز درآوردم و دیگر چنین طلبی نکردم من با آنها در زیر یک سقف میخوابیدم زیرا اتاق اضافی نداشتند آنها غذای خوب و شبچره و میوه و کباب را خودشان میخوردند و آنقدر صبر میکردند تا من بخوابم تا بتوانند بخورند در حالی که به من قطع نانی خشک و کپک زده با کمی ماست میدادند و من که از بوی پلوی تحچین میفهمیدم که در انتظار خواب من هستند فورا شام میخوردم و به زیر لحاف میرفتم و سرم را هم زیر لحاف میکردم تا آنها بتوانند با خیال راحت غذایشان را بخورند این برنامه هر شب بود و من کار خود را خوب بلد بودم و خور رو پف تنها احساس من فقط دلسوزی به حال آنها بود که آنقدر در حال خوردن زجر میکشند و نگران من بودند که مبادا بیدار باشم آنها گاهی مرا صدا میزدند تا امتحان کنند که بیدارم یا خواب و من خودم را به خواب می زدم من برنامه را خوب آموخته بودم که چگونه در مقابل پلیدیها و زشتی های دیگران چشم فرو بندم زیرا خجالت میکشیدم. من همه آنها را دوست می داشتم و اصلا کینه ای در دلم راه نمی یافت زیرا من خودم به یک لاغ می آمدم و چوپانی را دوست داشتم. من آنها را آدم بسیار بدبخت و احمق و قابل ترحم می دیدم. بارها از فرط ضعف تا سرحد مرگ بیمار می شدم و حتی یک روز استراحت هم به من نمی دادن. اکنون که فکر می کنم، در حیرتم که چرا ذره ای بغض و کینه در دلم پیدا نمی و تا چه حدی برای گوسفندان آنان دلسوزی می کردم. برای اینکه با دلسوزی بیشتر برایشان چوپانی کنم بهار هر سال بره ای را به نام من می کردند و می گفتند که این بره را آخر تابستان با خودت به خانه ببر. ولی هرگز چنین این نصیب من نشد و این برنامه هر ساله بود. دازگاره برای من مثل سرزمین معود و معراج روح من بود. در آنجا با گیاهان و کوهاب و چشمه ها رابطه ای عجیب داشتم و در ارتباط با طبیعت خداوند را می یافتم. برای من عرصه ما ماورای طبیعت بود و حق این ماورا در چهل سالگی آشکار شد. از کودکی تا حدود دوازده سالگی هر سال تابستان چوپانی می کردم. تا اینکه به تهران به نزد مادر بزرگ مادری و خاله ام رفتم تا ادامه تحصیل دهم. سه نخستین شفاعت من حدود هفت سالم بود و در تابستان دازگاره مشغول چوپانی بودم که خبر اعدام یکی از جوانهای فامیل را از طریق روزنامه شنیدم که متهم به قتل شده بود. برادر کوچک این فرد متهم در دازگار با من دوست بود که به گریه و زایی به نزدم آمد و این خبر را به من داد و من دلم بسیار سوخت. آنها نیز خانواده ای فقیر بودند هرچند که در قیاس با ما ثروتمند محسوب می شدند. من به دوستم گفتم که خیال تو راحت باشد من کاری میکنم که برادرت اعدام نشود من از آن لحظه بلا وقفه به درگاه خداوند دعا کردم و تبرعه و آزادی آن جوان اعدامی را درخواست می نمودم آن دوستم این سخن مرا به خانوادهش و کل فامیل ما در دازگار رسانید که موجب مسخره شدن من گردید ولی اندکی بعد به طور معجز آسا خبر آزادی و تبرعه آن جوان اعدامی در روزنامه اعلان شد و آن جوان هم به خانهش بازگشت در حالی که حکم اعدامش صادر شده بود. چهار آغاز مدرسه مادرم در سن شش سالگی مرا به نزد داییم که مقیم شیراز و کارمند شرکت نفت بود فرستاد تا به اصطلاح پیشرفت کنم و چه بسا در رفاه باشم و غذای خوب بخورم و شهری و متمدن شوم. دایی من انسانی عجیب بود که همکنون نیز زنده است و با کل خانوادهش در کانادا زندگی می کند. او نیز تحت تأثیر مادر مؤمنش جوانی متشرع بود. او نیز در یتیمی بزرگ شده و با فقر و گرسنگی جوانیش را سپری کرده بود و مرارت ها کشیده بود. چون به سن بلوغ رسید به تهران رفت و با توصیه و حمایت یک فرد بهایی وارد شرکت نفت شد و از این طریق دین خود را نیز معامله کرد و بهایی شد. و بعدا با ازدواج با یک خانوادی بهایی در شیراز راه بازگشت خود به اسلام را برای همیشه مسدود کرد. او باطنا کمترین علاقه ای به آین و فرهنگ بهایی نداشت ولی هیچ چاره ای هم برای بازگشت نداشت او در تمام عمرش باطنا مسلمان و ظاهرا بهایی بود و لذا در نفاق عظیمی جان کند و روز به روز دیوانه تر و رنجورتر میشد زیرا به دام خانواده زنش افتاده بود من به نزد او فرستاده شدم و در خانواده این گونه دو سال زیستم و کلاس اول دبستان را آنجا گذراندم و سپس به زادگاه هم سنگ سر بازگشتم. من از همان دوران دبستان هرگز چیزی در کلاس و از معلم نمی آموختم. من همه چیز را به طرز عجیبی خود به خود می دانستم و لذا سر کلاس فکرم مشغول خودم بود. و با این حال در تمام دوران مدرسه شاگرد اول بودم و درس نخوانده بیست می گرفتم. من از همان آغاز مدرسه را یک محل بازی و نمایش می دیدم و لذا هرگز ارزشی برایش قائل نبودم و از این محیط بیزار بودم ولی شاگرد مرتبی بودم و معلمین از من راضی بودند. من در مدرسه هیچ چیزی برای آموختن نمی یافتم ولی محیط آموزشی را دوست داشتم من همه معلمین را آدم بدبخت و بی و ابله و اقدعی می دیدم که جان می کندند و از شاگردان نفرت داشتند و از شغلی که داشتند نیز بیزار بودند و از عالم و آدم متنفر در کلاس دوم دبستان در سنگ سر مبصر شدم بچه های سنگسری از اشایر و یاقیان بودند و لذا بچه هایی به قایت متکبر و خشن و بیادب و لا لاعبالی بودند و جز به زور تنبیه بدنی در کلاس آرام نمی گرفتند. من معمور شده بودم تا بچه ها را آرام کنم و کلاس آرام و مرتبی تحویل معلم بدهم. اول با بچه ها دوستی کردم و آنها را نصیحت نمودم تا آرام باشند ولی بچه ها کلاس را تبدیل به صحنه جنگ نمودند من چوبی به دست گرفته و همه آنان را با چوب زخمی کردم و همه آرام شدند و کلاس تبدیل به بهشت شد معلم که سر کلاس آمد هرگز کلاسی به این آرامش ندیده بود ولی به ناگاه متوجه شد که دست اکثر بچه ها خونین است. مرا در دفتر مدرسه تشویق کردند و به عنوان شاگرد نمونه مدرسه معرفی نمودند ولی من همان روز از مبسری استعفا دادم و بدین ترتیب مبسری من یک روز تمام شد و دیگر مبسری را نپذیرفتم. این اولین تجربه مدیریت و رهبری من بود. ولی من خواستار این نوع رهبری و هدایت نبودم من به ناگاه دیوانه شده و به جان بچه ها افتاده بودم و همه را با چوب تار و مار کرده و تسلیم نموده بودم و موفق شده بودم برای این موفقیت برای من بی ارزش بود هرچند که در نزد نازم و معلم و مدیر مدرسه امری خارق العاده می آمد زیرا آنها هم در تمام عمر با شلاق و تازیانه رفتار کرده ولی کمترین موفقیتی نیافته بودند. ولی من بچه ها را با عشق کتک زده بودم و موفق شده بودم و همه بچه های کلاس تا سالها با من دوست بودند و برایم احترام ویژه ای قائل بودند که برای معلمین نبودند. من رهبری را در چوپانی آموخته بودم ولی هرگز گوسفندان را کتک نمی زدم و با همه گوسفندان دوست بودم و با هر کدام از آنها رابطه عاطفی شدیدی داشتم و با آنها بر سر یک سفره غذا می خوردم ولی آدمها را نتوانستم با محبت و کلام خودم را و تربیت کنم و به باد تازیانه گرفتم و همه را خونین کردم هرچند که موفق شدم ولی از خودم نفرت پیدا کردم و تا آخر عمرم دیگر روی به خشونت و زور ننمودم و در هر رابطه ای کتک خوردن را بر کتک زدن ترجیح میدادم، و لذا مظلومیت را به عنوان راه زندگی اجتماعی خود برگزیدم و تا به آخر جز ستم و جفا و خیانت هیچ ندیدم و همواره از حقوق خود گذشتم و به همه اجازه دادم تا مرا زیر پاهایشان له کنند و بروند و لذا همه مرا آدمی بزدل و احمق می دانستند. من تا کلاس اول دبیرستان و پایان دبستان در سنگ سر بودم و سپس برای ادامه تحصیل به نزد مادر بزرگ مادریم به تهران رفتم و دیگر به سنگ سر باز نگشتم تا سن سی سالگیم. پنج آغاز انقلابیگری من آغاز سیر در خلق با خود یک بار دیگر به مدت دو سال به شیراز به نزد دایی بازگشتم و سالهای سوم و چهارم دبیرستان را در آنجا گذرانیدم یعنی سن پانزده و شانزده سالگی هم را در آنجا بودم در این دو سال با دو دوست همکلاسی با افکار اجتماعی و ایدولوژیکی و آرمان شهری و انقلابی آشنا شدم سال پنجاه شمسی و اوج جنگ های چریکی بر علیه رژیم شاه بود و من جذب این نهزت شدم. در این دو سال تقریبا با همه اندیشه های نو آشنا گشتم. آزادی، انقلاب، سوسیالیزم، مارکسیزم، مجاهدین خلق، چریک های فدایی، دکتر شریعتی، آل احمد، اخوان سالس، سمد بهرنگی، سارتر، کامو، هدایت، مترلینگ و غیره. در این دو سال غرق در مطالعه و تحقیق در انواع مکاتب و مذاهب بودم از جمله تحقیق در باری بهایی گری. همه متون اصلی این فرقه را با هزار بدبختی پیدا کردم و مطالعه نمودم مثل کتاب بیان، اقدس و ایقان. این کتاب ها و نسخه های اصلی آن را حتی خود بهاییان هم در دست نداشتند. دایی من که در خانه اش میزیستم از این تحقیقات و مطالعات من نگران و آشفته شد زیرا درباره مبانی دین او با او صحبت می کردم و او هیچ پاسخی نداشت ولذا بنای یک جنگ و کینه تاریخی را با من نهاد کتاب امروز ادامه دارد. او انتظار داشت که من به واسطه نان و نمک بهایی شوم در حالی که میدید میخواهم تا او را هم از این فرق باز گردانم. و علاوه بر اینکه پسران داییم نیز تحت تأثیر من به این فرق پشت نموده و ارادت خاصی به من یافته بودند که این امر نیز بر ادابت و کینه داییم می ابزود و مرا یک خواهرزادی نمک به حرام و ناخلف و خائن می دانست. داییم نخستین کسی بود که به من نسبت جادوگر و شستشو کننده مغز جوانان داد و در تمام فامیل اشاعه نمود که مراقب جوانان خود باشند تا به واسطه من شستشوی مغزی نشوند این نهزت تا به امروز همچنان ادامه دارد و از آنجا که بخشی از فامیل و نژاد ما بهایی هستند دشمنی خطرناکتر از من برای اعتقاد و باورهای فرقه خود نمیشناسند. لذا در تمام عمرم همواره مشمول توطعه و تهمتهای این جماعت بودم و این جماعت از هیچ ادابتی بر علیه من دریق نکردند. و اما علاقه من به اندیشه های انقلابی فقط متوجه جنبه های معرفتی و روحانی بوده و هرگز علاقه ای به جنبه های سیاسی آن نداشتم. ولذا هرگز بر هیچ سازمان سیاسی وارد نشدم ولی با متفکران و هواداران همه سازمان های روشنفکری و انقلابی دوست بودم. و این امر نیز اتهام دیگری را متوجه من نموده است، که در بسیاری موارد مرا یک عنصر جاسوس و نفوذی قلمداد کردند که در همه جا هستم ولی با هیچ جریانی نیستم و به راه خودم میروم. من هرگز جریانات سیاسی را صادق و جدی و مردمی ندیدم و بر آنان اعتمادی نداشتم. جهان مبارزات سیاسی و ایدولوژی های سیاسی جهان استفاده ابزاری از اندیشه ها و حکمت های متعالی در جهت ارادی به قدرت و سلطه شیطانی بر مردمان است ولزا عرصه دجالیت معارف توحیدی است اولین ابتلای سیاسی من به واسطه یک دسیسه پلیدی از جانب اقوام بهایی و تشکیلات بهاییان بود که بر علیه من در ساواک پربنده ای ساختند و همین امر موجب شد که از کشور خارج شوم و این هجرتی بس سازنده و معجز آسا بود که سرنوشت مرا به وادی برتری انداخت. اقوام بهایی ما که از نزدیکترین بستگان ما بودند و در حکم پدر من بودند در تمام عمر بر علیه من و مادرم دسیسه کردند و یک بار هم آنگاه که دوازده سال داشتم مادرم را به زندان انداختند خانه ما مثل شمعی در ظلمت فامیل ما که اکثرا بهایی بودند سوخت و در تمام عمر مورد ادابت و توطعه این فامیل ناجوان مرد بود ولی مادرم به من آموخت که هرگز از آنان کینه به دل نگیرم و تلافی به مثل نکنم و من هم نکردم و بلکه تا به امروز هر خدمتی هم که توانستم به این قوم گمراه نموده و فرزندانشان را از زلالت رهانیدم جوانان بسیاری از این قوم زاله تحت تأثیر من بیدار شدند و خروج کردند و لذا بر اداوت و کینه این قوم نسبت به من مستمرن افزوده شده است. با اینکه ما فقیرترین خانواده در میان فامیل خود بودیم ولی عجبا که از همان دوران کودکی و یتیمی هم مورد بخل و حسد کل فامیل خود بودیم همواره در روز روشن بر علیه ما فتنه و توطعه می کردند و تهمتهای ناحق میزدند و ما به روی آنها نمی زیرا جملگی فامیل های نزدیک بودند دوست داشتن دشمن درسی بود که از مادرم آموختم و این بود انقلابیگری من انقلاب مستمر و پیگیر من بر علیه نفس خودم